سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مسائل روز مربوط به ایران و مردم ایران. مسئله یارانه ها به در چه ابعادی مطرح است و به چه مرحله ای رسیده است؟ حمله به زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، نشستن یک هواپیمای آمریکایی در تهران و آنچه که از سوی حکومت ایران مصادره بنیاد علوی در نیویورک نامیده شده است و خبرهای دیگر بررسی میکنیم در ساعت پیش رو در گفتگو با دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در لندن، و دکتر هوشنگ امیر احمدی، کارشناس امور بین الملل و استاد دانشگاه در نیویورک. با شما هستیم تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز سلام به شما. سلام به شما چالنگی، سلام به آقای دکتر امیر احمدی و خوشحال از حضوری دیگه در برنامه امروز. به اتفاق شما خوش آمد بگیم و سلام به آقای امیر احمدی. سلام به شما، سلام به آقای تقی‌زاده و به مردم ایران. خیلی متشکر از این جلسه. آقای امیر احمدی عزیز، شما به مسئله یارانه ها یکی از موضوعات مهم روز هست در ارتباط با سفره مردم. برخی داوطلبانه کنار کشیدن، برخی شناسایی شدن، به قول مسئولان درآمدهای بالا داشتن، مستحق یارانه نبودن. و اساسا این داستان یارانه ها در کشوری مثل ایران اساسا باید وجود داشته باشه، نداشته باشه، به چه شکل باید باشه، ناشی از چی میدونین این که تبدیل شده به یک مسئله؟ مسئله یارانه نشون میده که در ایران، اصلا فکر یارانه در ایران نشون میده که به هر حال یک جامعه نمیتونه روی پای خودش بایسته و باید دولت کمک بکنه. متاسفانه این فکر اینقدر وسیع در ایران مطرح شده که یارانه تبدیل شده به حق برای همه، من جمله اونایی رو که میتونن هم رو پاشون وایستن و میلیاردها دلار هم دارن سرمایه دارن یا میلیاردها تومان سرمایه دارن و یه معضلی شده. من فکر کنم دو تا مسئله در مورد یارانه ها مهمه. یکی مدیریت یارانه است و دوم هم یعنی در واقع این که اصلا چجوری اجرا بشه، چه کار باید کرد، و دوم اثر این یارانه حالا چجوری اجرا بشه، حتی در بهترین وجه اجرا بشه روی اقتصاد کشوره. کشور اقتصادهای سالم و خوب معمولا یارانه های کمتری دارن. هیچ کشوری نیست که یارانه نده، حتی تو امریکا هم ما یارانه داریم، ولی در یه چارچوب مشخصی، مثلا فود استمپ داریم، میدونید خیلی انواع اقسام برنامه ها هستش تو این کشور، اما اینا خیلی در واقع فرموله شده، تنظیم شده و در با یه مدیریت بسیار دقیق، با یه آمارگیری بسیار دقیق از طبقات به اصطلاح شکننده، آسیب بیننده مطرح میشه. در ایران یارانه متاسفانه به صورت از امری که عرض کردم یه حق در اومد
برای همه و نیروهایی که نباید یارانه میگرفتن هم وارد این میدون بشن شدن. از اون طرف هم یارانه یکی از مهمترین به اصطلاح فاکتورهای فساد شده، یعنی در خود این جریان یارانه یه نیروهای عظیمی پولهای هنگفتی نه فقط از طریق گرفتن یارانه که در کنار مدیریت یارانه میگیرن، یعنی تو کانالهای توزیع یارانه فسادهای خیلی بزرگ شکل میگیره در چارچوب هم به اصطلاح بخش دولت و هم تو بخش غیر دولتی فرق نمی کنه. یکی از مسائلی که در یارانه ها هستش در مورد اقتصاد اینه که یارانه باید به یک شکلی عمل بشه که ایجاد وابستگی به دولت برای همیشه نکنه و معمولا یارانه ها رو به یک شکلی مطرح می کنن که در کوتاه مدت کمک کنه ولی در دراز مدت یواش یواش به سوی به اصطلاح حرکت در جهت بهره‌وری بیشتری در این نیروها بشه. مثلا شما وقتی که یارانه رو به یه شکلی میدید که فقط باید طرف بخوره و هیچی هم در آخرش در نمیاد، این هر ماه دستش به طرف دراز خواهد بود. ولی اگر یارانه رو یک جوری تنظیم بکنی که این یارانه بربری ایجاد کنه و در کنار یارانه دولت بتونه برای این افراد کار درست کنه، در براشون در واقع یه وضعیتی ایجاد کنه که از این وابستگی بیان بیرون، خب یه بحث دیگریه. یعنی در واقع یارانه همیشه باید یه فکر کوتاه مدت داشته باشه، نه اینکه یه چیزی که همیشه باید اونجا باشه. متاسفانه در ایران ما از یارانه فقط به عنوان یک چیزی که باید مردم بخورن و اعتراض نکنن به اصطلاح فکر میکنیم در موردش، یعنی در واقع یارانه تبدیل شده به این که به یه مردم پولی داده بشن و اینا خاموش بشن و اعتراض نکنن از این حرفا، نه اینکه مثلا یارانه رو به کسانی میدیم که میخوایم اینا رو بهره وریشون رو بیشتر کنیم، مثلا آموزششون رو بهتر کنیم، بهداشتشون رو بهتر کنیم، خوراکشون رو بهتر کنیم تا یه انسانهای به اصطلاح قوی تر و پربارتر تو برای جامعه باشن. بسیار. این نکته آخری که آقای امیر احمدی گفت منو یاد تغذیه رایگان در مدارس پیش از انقلاب انداخت که به نحوی یارانه شاید حساب میشد برای تقویت بنیه کودکان ایرانی دانش آموزان. آقای تغذیه عزیز، تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم. در مورد اینکه یارانه ها همین کجای دنیا باب هست و استفاده میشه شکی نیست. در بریتانیا هم ما چیزی به عنوان کمک هزینه اطفال داریم که البته قرار منسوخ بشه، ولی همینطور که آقای دکتر امیر احمدی گفتن نباید این پرداختی ها رو با یک برنامه اقتصادی دیگه همراه کرد. این طرز افزایش قیمت و دادن کمک هزینه به مردم در ایران که توسط آقای احمدی نژاد ابداع شد و اجرا شد دو سه اشکال اساسی داشت. اشکال اولین این بود که سیاسی بود و آقای احمدی نژاد با هدف گرفتن طبقه متوسط و قصد از بین بردن طبقه متوسط اندیشه بسیج کردن گروه های کم درآمدتر رو داشت به عنوان حامیان دولت برای اینکه بتونه برای خودش پایگاه قدرت درست بکنه، و چون در هر حال دو سال آخر حکومتش امکانات کافی برای تأمین هزینه های این برنامه رو نداشت، متوجه ضعیفتر کردن طبقه متوسط شد و افزایش قیمت حامل های انرژی رو که بایستی از محل درآمدش گروه های کم درآمدتر رو تغذیه می کرد هدف قرار داد. من مخالف این که قیمت‌های حامل انرژی در ایران به سطح متعادلی برسه نیستم. بدون تردید وقتی کالایی رو شما به صورت فراوان و ارزان و بدون کنترل عرضه می‌کنید استفاده درستی از اون به عمل نمیاد و این بی سیاستی که همیشه رنگ سیاسی در طول 34 سال انقلاب داشته باعث شده که منابع انرژی ما به جای مصرف شدن در مسیرهای مولد سرمایه در مصرف خانگی و مصرف بیرویه صنایع به شکلی در بیاد که امروز هست افتد و دانی، یعنی مصرف ما از مجموع اروپا برای گاز و نفت چیزی کم نداره در حالی که تا
تولیدات ما قابل مقایسه با فقیرترین کشورهای جهان سومه و یکی از دلایل این است که ما قیمت‌های حامل انرژی رو بهش رنگ سیاسی دادیم تا اقتصادی و دولت آقای احمدی نژاد مبلغ این کار بود و متاسفانه آقای روحانی هم گام بزرگی در جهت اصلاح این برنامه برنداشت. مشکل اساسی دومی که اونجوری که به عنوان هدفمند کردن یارانه ها از اون یاد میکنیم، مرتبط کردن افزایش قیمت حامل های انرژی با دادن این یارانه هاست. یعنی پول مثل این است که ما در اروپا یا آمریکا قیمت بنزین و گازوئیل رو مثلا از $1 یا $2 به $4 یک شبه افزایش بدیم و بگیم اون $2 اضافه‌ای که برای هر گالون میمونه رو ما 10% میدیم یا 20% میدیم به صنایعی که تولیداتشون بایستی بالا بره و بقیه رو تقسیم میکنیم بین مردم. خب اگر منبع درآمد دیگری اقتصاد میلیون کشور نداشته باشه، در حقیقت از جیب یک گروه از مردم این پول رو در آوردن و به جیب دیگری ریختن، یعنی از طبقه متوسط به طبقه کم درآمدتر دادن. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بوده است که در طول چند سال گذشته یا رشد صفر داشته یا به عقب می‌رفته، این عملاً ضعیف‌تر کردن طبقه متوسط که در هر اقتصاد پویا می‌تونه ستون فقرات اون باشه و باید باشه. این گروه هستن که در اقتصاد پویا شغل ایجاد می‌کنن، تولید رو بالا می‌برن و اونها هستن که بایستی در وضعیت بحرانی اقتصاد از بحران عبور بدن. و اگر این وضعیت وجود نداشته باشه، یک طبقه کوچک با درآمد نجومی شکل میگیره و یک طبقه دیگری که فاقد ظرفیت تولید و فاقد ظرفیت حفظ طبیعت اقتصادی در یک کشورن. این اون چیزیست که امروز در ایران اتفاق افتاده و دولت آقای روحانی هم در حال تقویت اون هست. به این دو علت اساسی برنامه‌ای که اجرا شده هدف گذاری غلطی داشته، رنگ نامناسبی داشته، یعنی رنگ سیاسی، و روال بدی رو اتخاذ کرده، یعنی قرار گرفتن در تقابل سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای رسوندن مصرف اون به یک طبیعت متعارفی. آقای امیرعلی اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ببینید، تضعیف طبقه متوسط، افزایش به اصطلاح دارایی‌های دی قلیل در جمهوری اسلامی، به عبارت دیگه برخورداری عده قلیل از یارانه های چند میلیارد دلاری در جمهوری اسلامی، در این باره ببینید نظر شما رو بشه. بله، خب طبقه متوسط الان سالهاست داره ضعیف میشه و من خودم به شخصه فکر نمی کنم یارانه ها، هدف مند کردن یارانه ها هدفش به اصطلاح ضعیف کردن طبقه متوسط بود. طبقه متوسط به حال مدت ها بود داشت ضعیف میشد و کماکان داره ضعیف میشه تو جمهوری اسلامی و اصولا در ایران طبقه متوسط طبقه کوچیکیه، طبقه خیلی بزرگی متاسفانه نیست. اما یعنی پیش از انقلاب بیشترین طبقه بود، یعنی از نظر تعداد نه بازم نمید. یک نیروی قدرتمندیه، چون قلم داره، فکر داره، حرف داره، دهن داره، یک نیروی خیلی قدرتمندیه تو سیاست ایران، ولی در اقتصاد ایران این نیرو همیشه کوچیک بوده. در ایران یه دو سرمایه‌دار بودن، بخش وسیعی از جامعه کارگر و کشاورز بود، هنوزم بخش وسیعی جامعه ایران کارگر و کشاورز، چیزی بود 60% اون جامعه، بالای 60% تو این نیروی کارگرها و کشاورزها هستن. و بعد یک نیروی حدود نزدیک به 30% توی بخش طبقه متوسط بالا هستن. آقای امیرعلی عذر میخوام، برای اینکه روشن میشه برای همه بینندگان ما، چون ببینید کارگر و کشاورز رو، درستی که کارگر و کشاورزن، از یک دیدگاه طبقه بندی که میکنن میگن طبقه کارگر، طبقه کشاورز، اما از نظر اقتصادی یعنی کل اگر بخوایم بر اساس درآمد تقسیم بندی کنیم، طبقه کارگر پیش از انقلاب جزء کدوم طبقه قرار میگیره؟ طبقه متوسط بود، طبقه فقیر بود، طبقه غنی بود، یا کشاورز؟ از این جنبه وقتی ببین، اولا ما هیچ دیواری بین این دستبندی ها نداریم. مثلا شما طبقه متوسط که میگی، از یک جامعه‌ای داری صحبت میکنی که ازش خیلی فقیر توش هست تا خیلی ثروتمند، و یعنی در واقع این وسط یک نیروی عظیمی هست به نام طبقه متوسط بهش میگن،
که این نیرو اولا از نظر درآمدی میتونه خیلی نزدیک به طبقات کارگر و فقیر باشه، ولی اونا فقیر و کارگر نیست، برای یک بالای خط فقر مثلا قرار داره، درآمدش مکفیه برای یک خانواده چهار نفره مثلا در شهر. نه. از اونجا تا بری به طبقه که اون بالای بالا که خیلی نزدیک میشه به طرف به طبقه ثروتمند، ماشین داره، خونه خوب داره، زندگی داره. این طبقه بندی اقتصادیه، ولی طبقه بندی سیاسی هم داره. یعنی طبقه متوسط به طبقه میگن که در واقع وجدان آگاه جامعه میشه. یعنی تو تاریخ ایران تصادفاً این طبقه است که سیاست میکنه، این طبقه است که رژیم عوض میکنه، این طبقه است که انقلاب میکنه، این طبقه است که به هم میزنه. این طبقه یکی که در تاریخ ایران مخصوصا در 130 سال گذشته بسیار بسیار فعال بوده و یا عموما هم همراه طبقات پایین بر علیه طبقات بالا قیام میکنه. حالا اون یه بحث دیگری، حالا در موردش میتونیم در مورد طبقه متوسط صحبت کنیم. میخوام بگم که این طبقه یه چیزی به نام یک گروه خاصی نیست که همشون در یه جا هستن، یک چیز وسیع داره. حالا حتما این یارانه ها به بخشی از این طبقه صدمه زده، ولی هدفمند کردن یارانه، نه فقط یارانه و هدفمند کردنش، بیشتر یکی از اهداف اصلیش ایجاد درآمد برای دولت بود. یعنی وقتی که تحریم ها یواش یواش زیاد شدن و حکومت درآمدهاش کم شد، درش احساس کرد داره کم میشه، فکر کرد که چرا من بیام این همه پول بریزم، پول خودم بریزم تو جیب این ملت. اومد به قول خودش هدفمند کرد. یعنی چی؟ یعنی شما یادتون باشه تو هدفمند کردن یارانه دولت پول میسازه، برعکس. یعنی این خیلی ها فکر میکنن یارانه ها معناش اینه که دولت داره به مردم پول میده، در حالی که هدفمند کردن برای دولت پول میسازه. از این مثلا برای در رابطه با هدفمند کردن اومد مثلا گفت چرا همه قیمت مثلا گاز بنزین تو ایران چرا باید مثلا 400 تومان باشه، 700 تومان بشه. و بعد میومدن یه کوپن میدادن به یه عده دیگه که فقیرن که مثلا 200 تایی هم بخرن، 200 تومانی هم بخرن. ولی اون 700 تومانی که دولت میگرفت از مردم، این کجا میرفت؟ تو جیب دولت میرفت. دولت میخواست با عملی پول گرفتن از مردم بیاد یه سری کارهایی قرار بود بکنه. مثلا این پول رو برداره از بخش مصرف ببره تو بخش تولید مثلا، که متاسفانه نکردن. یعنی در واقع هدفمند کردن، خود اون قضیه هدفمند کردن حرف خوبی بود. میگه آقا این پول رو ما همینجوری ندیم دست مردم و همه خرج کنن و برن ماشین بخرن و غذا بخورن، بریم یه بخش از این پول رو برداریم از مردم بگیریم، از طریق دولت بدیم تو بخش صنعت و اینا، به اونجا بدیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خیلی خودش مهمه. یعنی چی؟ یعنی شما هدفمندی رو انجام دادید، برای دولت پول ساختید، ولی اون پول رفت تو جاهای بعد. همون پولی که داشتم عرض میکنم به رفت تو فساد، رفت تو خراب کردن اقتصاد به جای اینکه اقتصاد درست بکنه. یکی از مشکلات اساسیمون با هدفمند کردن همینه که دولت پول رو از مردم میگیره ولی این پول رو در جای درستی خرج نمیکنه. بنابراین من میخواستم اینم توضیح بدم، یادآوری کنم که منظور از هدفمند کردن به این بیارانه ها این نیست که دولت همش داره پول میده. ضمناً هدفمند کردن پول برای دولت میسازه. خب آقای امیرعبدی صحبت طبقاتو کردن، ظریفی میگفت در ایران، کشوری مثل ایران، ثروتمند طبقه فقیر، بسیار فقیر داریم، بعد طبقه فقیر داریم، بعد طبقه مختصری فقیر، طبقه متوسط داریم، طبقه ثروتمند داریم، طبقه بسیار ثروتمند داریم، طبقه فوق‌العاده ثروتمند داریم، و بعد از اون دیگه در طبقه‌ای که میشیم میرسه به مقام روحانی. طبقه روحانی داریم که روحانیت دولتی است که دیگه اون دیگه به مدارج فنافلله میرسه، از کسرت مال و انبار در روایات هم احتمالا آمده است. آقای دکتر تغییرزاده، در همین زمینه، دولت فقط دهنده نیست، گیرنده هم هست، سود آوره براش یارانه. اول آشالاگی اجازه بدید من در مورد تعریف طبقه متوسط یک اشاره اضافی بکنم. طبقه متوسط یعنی متر کردن طبقه متوسط بیشتر شکل اقتصادی داره، نه فرهنگی یا رنگ دیگری. این رنگ ها رو ما میتونیم بهشون بدیم، ولی
من بین رشد فرهنگی طبقه کم درآمد یا متوسط تفاوت زیادی نمیبینم. تعریف در شکل اقتصادیشه و طبقه متوسط طبقه است که درآمدش نزدیک به درآمد سرانه یک کشور باشه. اگر مثلا در ایران درآمد سرانه 1000 دلاره یا 2000 دلاره، کسانی که درآمدشون به این حد نزدیکه طبقه متوسط هستن. خب یه گروه طبقه پردرآمدن که ممکن است درآمدشون چندین برابر حد متوسط باشه، و گروه بزرگتری هم هستن که درآمدشون کمتر از متوسط درآمد ملی یک کشوره. بنابراین رنگ فرهنگی نمیتونیم دقیقا به تعریف بنابراین بر اساس همین آقای تعریف زده قبل از بر اساس همین تعریف شما حرف من همین بود. بر اساس همین تعریف طبقه متوسط در ایران پیش از انقلاب گسترده ترین و وسیع ترین طبقه رو تشکیل میداد. بدون تردید، یعنی همه این کسانی که سرهنگ ارتش بودن یا شهربانی بودن یا دبیر دبیرستان بودن یا مدیر شعبه بانک بودن یا بازاری متوسط بودن یا مغازه‌دار خوب بودن، اینها همه طبقه متوسط بودن و این طبقه متوسط در حال رشد بود. یک سرهنگ شهربانی یا ارتش پیش از انقلاب یک راننده داشت، یک جیب داشت و خدمات خونش رو کسی دیگه انجام میداد. ولی من شخصا شاهد بودم در یک تاکسی خطی در تهران نشستم که رانندهش یک سرهنگ بازنشسته ارتش پیش از انقلاب بود. یعنی تبدیل کردن ساده عوامل و عناصر و وابستگان طبقه متوسط به طبقه فقیر. بدون تردید راننده تاکسی خطی در تهران طبقه متوسط نیست. این تخریب طبقه متوسط و کشاندنش به طبقه کم درآمد و به هر حال متکی به اعانه و کمک مستقیم دولت. و من تردید دارم که این کار در دوره آقای احمدی نژاد هدفدار صورت نگرفته. رژیمی که در ایران سر کار هست طرفدار مستضعفینه، ولی طرفدار مستضعف بایستی مستضعف هم داشته باشه. اگر نداشت بایستی مستضعف ساخت و تعداد اون رو زیادتر کرد. و این کاریست که در 34 سال گذشته در ایران بعد از انقلاب صورت گرفته و طبقه متوسط ضعیف و ضعیفتر شدن و به مستضعفین بیش از همیشه شمارشون اضافه شده. این اون چیزیست که در دامان ملت واقعا باقی مونده و باید به عنوان یک حقیقت اون رو پذیرفت. آقای امیر احمدی، یکی از مسائل اقتصادی ایران که باز ابعادش به خارج از کشور برمیگرده مسئله بنیاد علوی هست در خارج از ایران، در آمریکا، در نیویورک به خصوص، که اخیرا رأی دادگاه نیویورک، یک قاضی نیویورک صادر شده در این مورد و توقیف و احتمالا فروش و تصاحب و توزیع به اصطلاح ثروت‌های زیر نگین بنیاد علوی. این رو آخرین اطلاعات از شما میشنویم که در نیویورک هستین. البته نماینده های جمهوری اسلامی گفتن که خیر، هنوز به اون مراحل نرسیده و مشغول تحقیق است. این بنیاد، البته من توضیح بدم برای بینندگان، بنیاد پهلوی است که پیش از انقلاب وجود داشت در ارتباط با دانشجویان، در ارتباط با کارهایی که ایران میکرد، سرمایه گذاری در خارج از ایران. بعد از انقلاب به تصاحب انقلاب در اومد و تغییر نام داد، به عنوان بنیاد علوی در اومد که درآمدهاش و املاکش هرچی که بود در آمریکا و بیرون رفتنش تقریبا غیر ممکن بود و مشمول همین تحریم های آمریکا بود. آقای امیر احمدی، از شما میشنویم. بله، عرض کنم که اولا بذارید اینجور شروع کنم که بنیاد علوی بنیاد ملت ایران و مردم ایرانه. این دارایی مال مردم ایرانه. متاسفانه اینجوری تمام مثل بقیه بنیادها، بنیاد علوی هم طی یک پروسه‌ای تبدیل شد به دارایی یه عده و چپابل‌ها و دزدی‌های زیادی داشت انجام شد. و متاسفانه بی‌لیاقتی کسانی که اینا می‌گردوندن و بی‌توجهی زیادی که شد و دروغ‌هایی که گفته شد و مسائلی که تو رابطه ایران امریکا به وجود اومد، به هر حال باعث شد که این دارایی ملت ایران هم مثل بقیه دارایی‌های ملت ایران مصادره بشه. یا میشه، من اعتقاد دارم میشه، متاسفانه، مگر اینکه یک جریان کاملا متفاوتی شکل بگیره. حالا من توضیح میدم در مورد اون. ببین، بنیاد اتفاقی که برای بنیاد علوی افتاد همون اتفاقی بود
که بعد از گروگانگیری در الجزیره با اون معاهده الجزیره برای ملت ایران اتفاق افتاد که میلیاردها دلار از پولش رو بالا کشیدن. بعد توی جنگ ایران عراق بود که میلیاردها دلار بازم میلیاردها میلیارد دلار میدونی هزینه و مصرف شد و حالا هم مسئله غنی‌سازیه که طرف میلیاردها دلار خرجش کرده داره همینجوری دو دستی تقدیم امریکا و غرب میکنه. متاسفانه جمهوری اسلامی در وارد یک میدونی هست که همینجور داره دارایی ملت ایران رو به باد میده. به این حرف بسیار مهمیه و من خیلی نگران این جریانم. خدا میدونه حرکت بعدی و مشکل بعدی چیه. بنیاد علوی خب همونجور که فرمودید یه بنیادی بود که بنیاد پهلوی بود که بانک ملی ایران اینو چیز کرده بود، در واقع با بانک ملی با پول بانک ملی ایران تأسیس شد و درست شده بود، بعد تبدیل شد به بنیاد مستضعفان بعد از انقلاب، مصادره شد و شد جز بقیه بنیادها، این شد جز بنیاد مستضعفان، اسمش هم بنیاد مستضعفان سالها بود. بعد اومدن بعد از اینکه تحریم ها بین ایران و امریکا شدت گرفت و اینا اومدن اسمش رو عوض کردن، یک شرکت جدیدی وجود آوردن به عنوان بنیاد علویش کردن که بتونن اینا از دولت بیرون بیارن و به اصطلاح حفظش کنن. متاسفانه همزمان بانک ملی هم از طریق شرکتی به نام آسا اومد و وارد این میدون شد، 40% بنیاد هم اون داشت به خاطر اون پولی که زمان شاه داده بود برای درست کردن این بنیاد. اون بانک ملی هم خب مال دولته. اینا با اینکه تونسته بودن خود بنیاد رو به عنوان بنیاد علوی رو به عنوان بنیاد خیریه مستقل آزاد بدون کانکشن ارتباط با دولت ایران درست کنن، ولی اون قسمت آسا کماکان ارتباط داشت با بانک ملی و اون مشکل ایجاد کرد. به هر حال به هر طریق این مسئله یک، یعنی مسئله یکی مدیریت غلط و اصولا پنهانکاری بی مورد و از این حرفا. از همون روز اول باید میگفتن این بنیاد مال ملت ایرانه، هیچ ربطی به دولت نداره، این مصادره شده است و مردم ایران توش حق دارن، باید این بنیاد باید با توسط مردم میگشت، باید رهبریش و هیئت مدیرش و مردم در یک جریان عظیمی تو این کشور. ما 1 میلیون ایرانی داریم که آدم های بسیار قدرتمند، یعنی عده سر این بنیاد هستن که به درد هیچی نمیخورن. یعنی یکی از این خود این بنیاد یک نمونه ای از بیتوجهی و قدم مدیریت و خرابکاری جمهوری اسلامیه. یک کشوری که درش 1 میلیون ایرانی قدرتمند هست که بخش وسیعشون حتی با حکومت هم میونشون خوبه مسئله ندارن، نتونستن یا نخواستن اینا بیان این بنیاد رو نجات بدن. بنابراین یک مسئله اونجاست. مسئله دومم که عرض کردم این بنیاد خود شد مثلا نوندونی برای ادهی و واقعا هم نوندونی شد و متوجه نبودن که این نوندون بالاخره یه جایی میدونید خرابکاری ایجاد میکنه، این جریانی که داشت توش هستن. الانم من فکر میکنم هنوزم دیر نشده آدم بنیاد رو نجات بده. من 2 سال پیش این به نفع کی نجات بده آقایه؟ ببین 2 سال پیش رهبرای این بنیاد آقای امیرحمدی به نفع کی؟ یعنی مثلا اگه نجات دادن بنیاد یعنی اینکه آمریکایی‌ها مصادره نکنن یا هر چی هست اسمش ببین این بنیاد مال ملت ایرانه. به نفع کی خواهد بود؟ این بنیاد مال مردم ایرانه. باید آدمایی رو که امین ملت ایرانن باید بیان این بنیاد رو مدیریت بنیاد رو بگیرن، هیئت مدیره بنیاد بشن. باید این نیرویی که الان توی این بنیاد هیئت مدیره است، رئیس هست و رئیس هیئت مدیره است و از این حرفا باید بذاره بره. اینا متاسفانه نیروهایی هستن که یک سوابقی دارن که این سوابق میرم یک سری نیروهای دیگه فرستادن. مگر فرقی میکنه 34 سال؟ نه فرستادن. الان مثلا فرض بفرمایید این نیروهایی که اصلا رفت، همین آقای محمد جواد ظریف مگر نبود در اینجا متهم است با کسان دیگه از طریق پولهای بنیاد علوی حدود 200 میلیون دلار سرمایه گذاری های غیر مجاز کرده بودن، این برداشت های غیر مجاز. خب دارم همینو عرض میکنم. من دارم عرض میکنم که من دارم دولت رو نمیگم. ببینید من حالا توضیح بدم براتون. من این کوتاه بفرمایید چون آقای 2 سال پیش رهبرای بنیاد همین هیئت مدیره اینا اومدن دنبال من گفتن آقای دکتر دستمون به دامنت، بیا و با ما کمک کن، بنیاد دارن میبرن. این حرف 2 سال پیش. بنده 6 ماه سعی کردم که
این کار رو انجام بدم و تمام لوازم اون نیروهای لازم را برای این کار انجام دادم. با وجود اون سازمان لابی نمیدونم عرض کنم که یک چیز لافرم بسیار قدرتمند و اینا، در آخرین لحظه اومدن گفتن آقا نه، به ما گفتن که با شما کار نکنیم. گفتم خب من که با من داری کار نمیکنی که، خوشبختانه یک شاهی هم نه، یعنی شما امیدوار بودیم مثلا بنیاد از اینا بگیری. من اومدم میخوام اینو نجات بدم. چرا نمیخوام نجات بدید؟ یعنی به مردم بدید. میتونستید؟ بله میتونستیم. من هنوزم به نظر من بنده هنوزم قول میدم میتونم. متاسفانه یه عده تو تهران هستن، توی نمیدونم اینجا هستن که نمیخوان. اینا نمیخوان اصلا. ببین من متوجه شدم که این دولت حتی اگر مثلا آدمی مثل امیرحمدی بتونه این بنیاد رو حفظ کنه، نمیخواد این کار بشه. ولی اینکه امیرحمدی میدونی اسمش خوب میشه و از این حرفا، ترجیح میده بنیاد بره تا اینکه با امیرحمدی کار کنه. مثال دارم میزنم. بله من میگم یه همچی وضعیتی ما داریم و متاسفانه اینم اولی و آخریش نیست، یه وضعیت بسیار بدیه. من خیلی راستش سر این بنیاد خیلی ناراحت شدم، نگران شدم، برای اینکه یادم من میدونم میشد اینو نجات داد. دو سال پیش این آدم دنبالم، من میدونم. ببینید به هر حال یه عده‌ای بودن شاکی بودن. یک مثلا شما نگاه کنید، اومدن میگن که این بنیاد، که اصول دلایل اصلی که این بنیاد رو داره مصادره میکنه اینه که توی 9/11 توی این جریان 11 سپتامبر ایران دست داشته. اصلا برای اولین بار اصلا توی تمام تاریخ این 11 سپتامبر اسمی از ایران نبوده. نه شما در جریان هستین که دادگاهی در نیویورک این رأی رو حدود 2 سال پیش در واقع مطرح شد. عرض میکنم نقش ایران مطرح شده، یعنی روابط با سپاه، گروه وکلایی که پشت این کار هستن، خانواده قربانیان، وکلایی هم که پشت این جریان هستن، اون برش که دنبال پول خودشونن، این برم معلوم نیست کیا هستن. مثلا مطمئن نیستم این جریان مثلا چجوری داره مدیریت میشه. اینم میخوام بگم، مثلا دلایلی که اینا آوردن برای اینکه این بنیاد رو مصادره کنن، مهمترین دلیلش شرکت ایران در 11 سپتامبر. همچی چیزی نبوده تا الان. دولت امریکا هم رسما هرگز همچی اتهامی رو به ایران نزده. اجازه بفرمایید این اتهام، من این توضیح رو برای بینندگان میدم. آقای طرزاده خیلی وقت معطل هستن، حتما به انگلستان میریم. اتهامی که آقای امیرحمدی میگن، این اتهام کار دیروز و امروز و پریروز نیست، سالهاست در پی خود 11 سپتامبر وکلایی از خانواده قربانیان آغاز کردن برای پیگیری ماجرا، بدون اینکه مسئله ایران در میان باشه، مسئله دخالت ایران در میان باشه، این رو پیگیری کردن برای هر چه که بود آشکار بشه برای خانواده های گروهی از خانواده های قربانیان. یکی از این وکلا تصادفا همسایه یکی خانواده قربانیان، یکی از قربانیان بود و از طریق از اینجا اصلا نقطش آغاز شد. و دو وکیل بودن که یکی از این وکلا در میونه راه متاسفانه مبتلا به سرطان شد و فوت، که من روزی جزئیات این موضوع رو خواهم گفت. و کم کم سرنخ‌هایی به دست اومد که کسانی که در این ماجرا دست داشتن، برخی از اونها در تهران ترین شده بود، از جمله هواپیماهایی که اینا اومده بودن آموزش دیده بودن در اینجا برای خلبانی، از جمله نوع هواپیماهایی بود که ماکت‌های اونها رو کمپانی‌های سازنده هواپیما به کشورهای مشخصی فروخته بودن، از جمله این کشورها ماکت هایی که برای ترینینگ آموزش هست به ایران بوده. یعنی کسانی مثل آقای محمد عطا فرمانده عملیات در نیویورک، این سرنخ هایی به دست آمد که به تهران هم سفر کرد. جزئیات بیشتر در این زمینه رو حتما در برنامه های آینده من به اطلاع شما عزیزان خواهم رسوند. اما این نکته رو هم بگم که بنیاد علوی یکی از منابع تغذیه کننده لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن و بقیه شهرهای آمریکا، مبلغین، کارگزاران و آنچه که پادوی سیاسی گفته میشه در واشنگتن، یکی از کارهایی که میکردیم بود و کارهای دیگه که حالا وقت ما کوتاست. آقای طرزاده میشنوید و میبخشید این همه پشت خط. من آقای چارلنگی دلم میخواست در بخش قبلی صحبت توضیحات بیشتری مطرح میشد دایر برای اینکه واقعا چطوری
توزیع یارانه ها و کمک نقدی دولت به مردم ظاهرا میتونه باعث نابودی طبقه متوسط در یک کشور مثل ایران باشه. این فرصت فراهم نشد. من توضیح کوتاهی میدم و بعد میپردازم به این بخش اخیری که مربوط به بنیاد علوی یا بنیاد پهلوی سابق در نیویورک است و ساختمانی که حالا مورد ادعای طرفینه. ببینید، ما اگر مثلا در روستای آهنگر کلاه شمال میریم، روستایی که اونجا هست چند تا اتومبیل نداره، یا از هر چند روستایی همشون صاحب اتومبیل نیستن، توی خونهشون برق و گاز با ضریب بالا مصرف نمیکنن، مصرف رو طبقه متوسط میکنه یا اونهایی که درآمد بیشتری دارن. اون چیزی که آقای دکتر امیر احمدی گفتن، اینکه یارانه ها یا هدفمند کردنشون هدفش این بوده است که درآمدزا باشه و بعد برای این درآمد چه کار بکنیم، همون نکته است که من بهش تاکید میکردم که این دو تا موضوع رو اولا باید از هم جدا میکردن، یعنی افزایش قیمت کالاهای سوختی رو با دادن کمک هزینه نقدی به مردم مرتبط نمیکردن. این دو موضوع کاملا دو موضوع جدا از همه و علت اساسی شکست این برنامه که بی تردید یا به علت ناتوانی دولت و تمام شدن ذخایر پولیش، یا اثبات این که این برنامه برنامه است که به شکست بیشتر اقتصادی دولت میانجامه، تعطیل خواهد شد. دیر یا زود اول کوچکش میکنن و بعد تعطیلش میکنن، ولی همین برنامه در حد شکل و فعلیش هم درآمدزا نیست. همین امروز اعلام کردم که حداقل 22 میلیون نفر یا بیشتر بایستی از گرفتن یارانه ها انصراف بدن تا اینکه دولت برای پرداخت این کمک هزینه دچار مضیقه مالی بیشتر نشه. یعنی به جای اینکه درآمدزا باشه، خودش بایستی از بودجه های عمومی دولت تغذیه بکنه و این بودجه عمومی به هر حال متعلق به همه مردمه، ولی وقتی فقط به یک گروه خاص پرداخت میشه، این از طبقه دیگه گرفته میشه به یک طبقه دیگه پرداخت میشه. من هفته پیش در این مورد با فریبرز رئیس‌دانا در یک برنامه تلویزیونی بودم و او به صورت شعاری و احساسی از قضیه پرداخت یارانه‌ها دفاع میکرد و میگفت این حق کارگرانه. وقتی یک کسی که اقتصاددانه و به گروه چپ اقتصاد ایران تعلقش اثبات شده است و خودش هم معترف به اون هست، اینطوری به صورت شعاری و احساسی از این موضوع دفاع میکنه، یعنی قرار دادن یک گروه در مقابل گروه دیگه و تعریف دوباره توزیع عادلانه ثروت، چیزی که یک برنامه اقتصادی سوسیالیستی است و میراث دهه اول انقلابه. و میبینیم آقای احمدی نژاد در یک رویکرد به قول معروف پوپولیستی هدف قرار میده از بین بردن طبقه متوسط رو با تعریف تازه از توزیع عادلانه ثروت، بزرگ کردن طبقه متوسط و اونها رو از نظر مالی مثل تریاک به دولت وابسته کردن، افیونی مالی کردن، برای اینکه در زمان لازم بتونن از اونها به عنوان مزد بگیر دفاع بکنن، حمایت بکنن، به خیابون برن، تظاهر بکنن. برنامه هدف بند کردن یارانه ها برای توسعه اقتصادی ایران نبوده، برای افزایش رشد تولید نبوده. یک ریال از این درآمدها اگر وجود داشته باشه به بخش تولید پرداخت نخواهد شد. هدف اون فقط تقویت گروهی است که بتونن علمدار جمهوری اسلامی باشن و تا حالا دولت در اجرای همین برنامه هم با اشکال روبرو شده. اجازه بدید من یک توضیح مختصر در مورد بنیاد علوی بدم در دنباله صحبت‌هایی که آقای دکتر امیر احمدی مطرح کردن، و من واقعا درک می‌کنم نگرانی‌های آقای امیر احمدی رو که موفق نشدن این بنیاد رو نجات بدن. ولی واقعا اگر بنیاد از دست مدعیان نجات پیدا کنه به کجا میره؟ به همون جایی که شما گفتید، این بنیاد که متعلق بود، یعنی اسمش بنیاد پهلوی بود، متعلق به مردم بود، خانواده پهلوی این رو به مردم وقف کرده بودند و هدف اصلی و کار اصلی این بنیاد در نیویورک پیش از انقلاب کمک کردن به دانشجویان اعزامی ایران بود که در بهترین مراکز دانشگاهی آمریکا درس می‌خوندن. ولی بعد از انقلاب با مصادره کردن اموال، این ساختمان هم که یکی از سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده خوب بنیاد پهلوی خارج از کشور بود و ده‌ها برابر ارزش افزوده پیدا کرد، اولین بار چشم جمهوری اسلامی رو گرفت. و چون اونها در واشنگتن دفترشون تعطیل شده بود، این مرکز رو تبدیل کردن به مرکز مبادلات زیرزمینی و بعد که ایران تحریم‌ها علیهش تشدید شد، نه تنها تبدیل شد به مرکز پول دادن، کمک کردن به حلقه هایی که بایستی سیاست های جمهوری اسلامی رو خارج از کشور بخصوص توی آمریکا پروموت میکردن، حلقه ای که معروف به حلقه نیویورک هست، تبدیل شد به مرکز مبادلات پولی زیرزمینی جمهوری اسلامی.
پولشویی در اینجا صورت میگرفت، باندهای جاسوسی جمع میشدن، حلقه های حمایتی جمهوری اسلامی تغذیه میشدن و اینجا شده بود سفارت یا بخش امنیتی سفارتی که باید در واشنگتن بود و وجود نداشت. با آقای ظریف هم از این حلقه به نحو کامل استفاده کرد و جمهوری اسلامی از منبع اون استفاده می برد. حالا اگر آقای امیر احمدی واقعا موفق بشن با هر حق البکاله ای که من برام اصلا مهم نیست این ساختمون رو از دست مدعیان بگیرن، به چه کسی تحویل میدن؟ آیا تبدیل میشه دوباره به یک مرکز مشابه با اون چیزی که فعالیتش تا به حال بوده، یا برمیگرده به اون چیزی که پیش از انقلاب بوده برای کمک به دانشجویانی که از ایران خارج میشن برای تحصیل کردن در مراکز علمی دنیا؟ حالا من توضیح بدم. بفهم آقای امیرحمدی، شما اگه تحویل بگیرید، موفق میشه این تحویل بگیرید، چه میکردید؟ حرفی ببینید، اصلا این پروژه همین نبود که فقط بنیاد رو نذاریم مصادره بشه. بحث این که اصلا کل این بنیاد ساختار مدیریتیش عوض بشه. مثلا نه همین عوض بشه که چی بشه؟ عوض بشه یا آدمایی که ملیان، وطن پرستن و آدمایی هستن که دلش که امین هستن و میتونن مال ملت ایران رو واقعا به اینا داد و مطمئن بود که به هدر نمیدن اینو بردارن. چون این رژیم چون این اقدامی امکان پذیر آقای امیرحمدی؟ یعنی آره میشه فقط یک قسمت از حکومت رو که در نیویورک چون این کرد با ادامه همین رژیم، با وجود ولایت فقیه، با وجود همه این چیز، خب متاسفانه ثابت شد که امکان پذیر نیست. برای اینکه عرض کردم من پروژم، یعنی پیشنهاد من این نبود که فقط یه وکیل بگیرم و لابی بکنم و اینا بگیرم، نه، بحثم این بود که اصلا باید مدیریت این جریان عوض شه و این بنیاد واقعا منتقل بشه به ملت، به نماینده های این ملت. ما یه عده آدم حتی پیشنهاد کرده بودیم، آدمایی که تو این کشور اسم نمیخوام، و آدمایی هم که همه حتی فرق نمیکنه که دشمنای جمهوری اسلامی هم قبولشون دارن، آدمای درست حسابی، مؤمن، امین، آدمای درست حسابی. و میدونستید که اگه بنیاد دست اینا باشه، از این بنیاد برای همون تحصیل بچه‌های این کشور، برای فرهنگ، رشد فرهنگ این کشور، برای زبان فارسی و و و غیره و اینا استفاده بشه. متاسفانه خب نشدم. اونجوری که عرض کردم برای جمهوری اسلامی مهم نبود که 5 میلیارد دلار بره، مهم این بود که این دست خودش بمونه اگه قراره باشه. به هر حال هم یعنی هم جمهوری اسلامی نتونست از استفاده کنه و همین که مردم ایران. سرمایه بنیاد الان در حال حاضر اطلاع دارید چقدر هست؟ چیزی در حدود 5 میلیارد دلار کل این جریان میگن. البته خب هیچ کس واقعا دقیق نمیدونه، ولی چیزی حدود 5 میلیارد دلار پول سرمایه است. بیشتر اینا بیشتر چی دارایی هست؟ ساختمان ها هستن، فقط ساختمان چیز تو خیابون 5 نیست، ساختمان های زیادی تو شیکاگو دارن، در لس آنجلس دارن، در واشنگتن دارن، در جاهای دیگه مساجد مثلا زیادی ساختن. مثلا تو کوین زنان یک ساختمان بسیار عظیمیه که خودش میلیون ها دلار قیمت و سرمایه‌اش، مدارس ساخته شده، مثلا های فرهنگی ساخته شده، پول زیادی رو اینا به بنیادهای خیلی به بنیادهای مذهبی ساخته شدن، ساختمان‌های مذهبی ساخته شده، سبای مسجد برحال یک جریان. بله، مصارف ماهانه همونطور که گفتم برای لابی جمهوری اسلامی، تکیگاه، خریدن کرسی های دانشگاه های آمریکا. بسیار به نظر تصادفاً اصلا اینجوری نیست. ای کاش میدادن. جمهوری اسلامی تو این کشور خرج لابی نمیکنه، اصلا اعتقاد به لابی نداره، به پولش بیشتر میره در چارچوب به اصطلاح نیروهای مذهبی. یعنی شما یه اشتباه بزرگی دارین میکنید، هی روی لابی جمهوری اسلامی حرف میزنید. آقای امیر احمدی، اجازه بفرمایید، بنده اشتباه نمیکنم، مذهبی کسا رفت به لابی نداره، چون این نیست، بنده اشتباه نمیکنم. این مدارک رو ما فردا همین بحث رو با مهمان برنامه‌مون خواهیم داشت، اسناد مدارکش رو در این زمینه حتما مطرح خواهیم کرد. اینی که لابی رو من برای بینندگان توضیح بدم که گروه ها، افرادی که مبلغ هستن، این رو من توضیح دادم که نهادهایی هستن، حالا احتمالا دفاتری مثل دفتر شما یا کسان دیگه در این کار دخیل نیستن، اما کسانی هستن، بله، در همین واشنگتن اسناد مدارکش وجود داره که برخوردار هستن از حمایت های مالی جمهوری اسلامی. من قبول دارم آقای چلنجی، من بگم که من نگفتم که نیست، میگم که
اون رقمی رو که ما داریم ازش صحبت میکنیم، مثلا پول بنیاد اگه مثلا یه میلیارده، از این ممکنه مثلا 100 هزار دلارش به این نیروهای 200 ساده به اینا بدم. من نمیگم بخشی از این پولها برای اونا میره. بفرمایید. بله بله، با این کمک ها میشه. من یک سوال فقط دارم، این که یک همچین پول، من برای بینندگان عزیز، برای کودکان بلوچ توضیح میدم، برای زاغنشین های تهران توضیح میدم، برای کسانی که از سر ناچاری در کنار چاهای نفت در مسجد سلیمان ناچار به غارنشینی حتی شدن و در شهری مثل ایلام، برای اونا توضیح میدم که خیابون پنجم نیویورک یکی از گرونترین خیابونهای دنیاست و نمایندگان ولایت فقیه در آمریکا در نه تنها در چنین خیابانهایی زندگی میکنن، در جاهای گران نیویورک زندگی میکنن، مشرف به پارک معروف نیویورک با اسناد و مدارکش وجود داره. اینو من گفتم برای زاغنشینان عزیز، غارنشینان عزیز در جمهوری اسلامی، کسانی که ناچار، واقعیت هست، تصاویری ما داریم که مردم در غار ناچار شدن زندگی کنن، شبیه غار حداقل، همونطور که آقای امیرعبدی هم اشاره کردن، برخی، من هم حرفم همینه، بخشی از این پولا، 5 میلیارد رو طبعا نمیدن به کسانی که دنبال توجیه سیاست جمهوری اسلامی هستن در واشنگتن، بغل گوش مسئولان وزارت خارجه ورد خوندن، تصاویر غلطی از وضعیت ایران دادن و حکومت ایران دادن به مسئولان آمریکایی. خب برمن حتی کرسی‌هایی در دانشگاه‌های آمریکا رو تونستن با پول‌های بنیاد علوی بخرن و در اونجا کسانی رو بگمارن به هر چه که هست، اساتید فرستاد شده از تهران مثل آقای موسویان که نقشش در عملیات تروریستی بدون تردید قابل قبول بود برای همه، محکوم شده بود ایشون در زمان سفارتشون در اروپا. حرف شما و تفسیر شما رو میشنویم آقای دکتر تغییزاده. 5 میلیارد دلار در ثروت بنیاد علوی در نیرو. این تخمین فکر میکنم یه تخمین حداقلی است، ولی در مقابلش اول بپرسیم که این بنیاد چطور درست شده. بنیاد پهلوی پیش از انقلاب موقوفه ای بود که املاک خانواده سلطنتی سابق ایران رو در خودش داشت و این رو به صورت موقوفه پادشاه ایران به مردم ایران وقف کرده. وقتی که انقلابی ها فریاد میکردن که دولت فاسده، حکومت فاسده و اینها دزدن و بعد از انقلاب پادشاه رو پادشاه دولت طاغوت میخوندن و پادشاه رو معرفی میکردن به عنوان عامل دزدیدن ثروت های مردم، معلوم شد که این پادشاهی که متهم به دزدی هست تمام داراییش خارج از ایران به 50 میلیون دلار نمیرسه، در حالی که دارایی هایی که داشته و وقف مردم کرده تنها یک قسمتش خارج از آمریکا که متعلق به اون نیست وقف مردم شده 5,000 میلیون دلار قیمت داره. دارایی شخصی خودش 50 میلیون نمیرسه، ولی دارایی هایی که وقف مردم کرده و دارایی های ملی مردم هست با تصمیم خود او 50,000 میلیون دلاره، 5,000 میلیون دلاره، و این تازه بخشی از اون چیزیست که در داخل کشور گذاشته. و حالا این رو مقایسه میکنیم با دارایی هایی که در اختیار آقای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و رهبر حکومت طرفدار مستضعفین هست. ستاد فرماندهی فرمان تحت رهبری آقای خامنه ای 100 میلیارد دلار دارایی داره، یعنی برابر اون چیزی که بنیاد علوی خارج از ایران داشته، ولی این در اختیار ملت نیست، متعلق به مردم نیست، در اختیار شخص آقای خامنه ایست و خود او قادره که این ثروت رو هر جایی که میخواد خرج کنه. مثل اینکه پادشاه ایران بنیاد پهلوی رو درست نمیکرد، به مردم نمیداد، در اختیار خودش نگه میداشت و وقتی که حکومت از بین رفت، حالا کسانی که وابسته و خانوادگی به او بودن میتونستن مدعی بشن که آقا این ملک ما هست، این رو به ما پس بدید، در حالی که چنین ادعایی صورت نگرفته و این به عنوان موقوفه همونطور که آقای دکتر امیر احمدی میگن متعلق به مردم ایران بوده، ولی تعلقی که اون رو به جایی که حالا
آمریکایی‌ها مصادره کنن، پیشتر دولت جمهوری اسلامی مصادره کرده از مردم و اونو تبدیل کرده به یک واحد عملیاتی برای کارهای پنهانی خودش. واقعا چه توجیهی داره، چه مصلحت و منفعتی در این کار است که حتی تلاش بشه که این رو از دست یک مدعی بگیرن به یک مدعی دوز دیگه اون رو بسپرن؟ آقای تایزد، من یه سوال دارم و این که 100 میلیارد دلار در زیر نگین آقای خامنه ای هست، بنیاد مستضعفین، بنیاد شهید، اینا به جای خود با همین پول برای عزیزانی که در جنگ ایران و عراق معلول شدن، پای خودشونو از دست دادن در جنگ. من اینجا دیدم دیگه، در آمریکا جای دیگه هم هست، پاهای جدید مصنوعی که میسازن عین پاپ میتونن راه برن، حتی در المپیک هم دیدیم شرکت کردن. با اینها واقعا چقدر حداقل پا برای این جوانای ایرانی ساخته میشد، جوانانی که پاشون از میون رفت در جنگ ایران، را در راه وطنشون، در راه هر چی که هست، اعتقاداتشون به اضافه وطنشون، هر چی که بود. اگر طرف سوال شما من هستم، فقط یادآوری میکنم که ترکیه در فاصله 10 سال با به کار گرفتن همین حجم سرمایه، یعنی 100 میلیارد دلار، از کشوری که به بیمار اروپا معروف بود به یکی از 20 قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شد. این پول با آمیزه ای از مدیریت کلان سالمتر، البته دولت اردوغان هم حالا به علت استمرار در قدرت به مسیر بدی منحرف شده، ولی تا زمانی که برنامه های اقتصادی سالم داشت، حجم قرضهای خارجیش و سرمایه گذاری در اقتصاد ترکیه در همین حد بود. یعنی ایران به جای داشتن رشد منفی اقتصادی با به کار گرفتن همین پولی که الان در دست آقای خامنه‌ای هست و صرف درستش، میتونه توازن منفی اقتصادی و رشد تولید منفی 8% کشور رو به یک رشد مثبت مستمر پایدار 5-6% تبدیل بکنه و با این پول میشه بیش از 20 میلیون فرصت شغلی در فاصله 7-8 سال آینده در ایران ایجاد کرد. متاسفانه وقت ما در همینجا به پایان میرسه. موضوعات چند موضوع رو مطرح نکردیم، نرسیدیم همونطور که در آغاز برنامه گفته بودیم، از جمله نشستن یک هواپیمای آمریکایی در ایران و موضوعات دیگه، حمله به زندانیان سیاسی. امیدوارم این بحث رو در برنامه های آینده با وقت بیشتری ادامه بدیم، آنچه که در مورد بنیاد علوی در آمریکا میگذره. میهمانان فردا شب تفسیر خبر، سه‌شنبه شب تفسیر خبر، آقای حسن دایی خواهند بود از آمریکا، با من و شما خواهند بود، و آقای ناصر محمدی. همچنان درباره بنیاد علوی نیز سخن خواهیم گفت و موضوعات دیگر. با سپاس بسیار از دکتر امیر هوشنگ، آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی عزیز در نیویورک، و آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز در انگلستان. سپاس بسیار از هر دو مهمان گرام. روز به شما خوش. همراه با تینا عزیز، تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان برنامه، و رضا عزیز مسئول استودیو برام، این به شما شب بخیر میگویم. و در باز پخش برنامه هر جا که هستید، روزگاری خوش برای شما آرزو میکنم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. We'll be right back.